حیاتی برزخ آیا گمان میکنی که مرده ها بعد مرگشان در قبر خواب هستند و هیچ چیز را حس نمیکنند؟ نه البته. در حیات برزخ حالت ها و دهشت هاست. از جمله آنها یکم سوال در قبر و فتنه و امتحان آن که در آنجا بنده را از پروردگارش و دینش و پیامبرش میپرسند. اما شخص ایماندار در آنجا میگوید که پروردگار من الله است و دین من اسلام است و پیامبرم محمد صلی الله علیه و سلم که فرستاده الله هستند و ندا کننده از آسمان ندا کرده میگوید بنده ام راست گفت. پس قالین از بهشت برای او مهیا کنید و برای او در به سوی بهشت باز کنید و لباس از بهشت به تنش بپوشانید و با همین ترتیب نسیم و بوی خوش بهشت بر او میوزد و تا آنجا که چشمش میبیند قبرش وسیع میگردد. حدیث با روایت امام ابو داود و امام احمد. و اما کافران و منافقان بعد سوال فرشتگان میگویند ها من نمیدانم. پس از او میپرسند دین از چیست؟ میگوید ها نمیدانم. میگویند مردی که در میان شما فرستاده شد کیست؟ میگوید ها نمیدانم. با همین ترتیب از آسمان ندا میشود که این مرد دروغ گفت. قالین از دوزخ برای او مهیا کنید و لباس از آتش بتنش پوشانید و در از دوزخ برای او بکشاید و با همین ترتیب گرما و حرارت سخت به او میوزد که آن را حس میکند و قبرش چنان بر او تنگ میشود که او را میفشارد که استخوانهایش در هم فرو میروند. سپس فرشته به نزد او با گرز آهنین حاضر میشود که اگر آن گرز را به کوه زده شود آن کوه به خاک تبدیل یابد. پس فرشته با آن گرز شخص کافر را میزند که داد او را همه مخلوقات و موجودات بین مشرق و مغرب به جز انسانها و جنها میشنوند. حدیث با روایت امام ابو داود و امام احمد. و یکی از احوال اهل قبر این عذاب کافران تا روز قیامت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن از فرعون خبر داده چنین میفرماید: آتشی که پگاهی و بیگاهی کافران را به آن حاضر کرده می شود و روزی که قیامت قائم شود گوییم که آل فرعون را در سخت‌ترین عذاب درآورید. سوره غافر آیه 46. ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه میگویند که این آیه کریمه اصل بزرگ در استدلال اهل سنت و جماعت برای عذاب حیات برزخ در قبرها است و از احوال اهل قبر این نعمت مؤمنان در آن که روح او تا روز قیامت با نعمتها در بهشت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه روح شخص مؤمن به مثل به شکل پرنده در بهشت میخورد و پرواز میکند و به درختان آن مینشیند. یعنی روح او در داخل پرنده از پرنده های بهشت است که در آنجا تا روز قیامت و تا بازگشتش به جسد باقی میماند. حدیث با روایت ابن ماجه. و عذاب قبر و نعمت آن با روح و با جسد است. شیخ الاسلام گفت مذهب گذشتگان امت و امامان آن بر آن هستند که اگر مردی وفات کرد او در نعمت است و یا در عذاب که آن را روح او و بدنش حس میکند. روح انسان وقتی که او را ترک کرد پس او یا در نعمت است و یا در عذاب و آن نعمت و عذاب گاهی به بدن پیوست میشود و او آن نعمت و عذاب را میکشد. پس بعد برپا شدن قیامت روحهای آنها به جسدشان باز میگردند. پس آنها از قبرهایشان به نزد پروردگار عالمیان برمیخیزند. پس برای خود یکی را اختیار بکن زیرا هر جزا از خودی آن عمل است و بدانیم که بعد مرگمان ما را به سوی جنت و یا به سوی دوزخ برده میشود.